الو الو، محشید 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 صدات نمیاد، برو یه جایی که آنتن بده. الو الو محشید، جزغاله شد. دکتر ابن سینا. آقای دکتر ایما، شیوه مسالمت‌آمیز دیگه فایده نداره. اون اگه بدون جون دخترش در خطره سر کی سر شل میکنه. یه شارلاتانی، یه دوز سرگردنه، میدونی؟ دوز واقعی بابته که به من کلک زد. نه 25 میلیونو بهم داد، نه داد اون شرکتو. اون یه روده راست تو شکمش نیست. اگه بابا من میخواست بده من نمیذاشتم. اه؟ کن. اول زندگی اینقدر گدابازی در نیار. یکم سخاوتمند باش. میخوای چی کار کنی این همه پول و ثروت؟ خونه، شرکت؟ میترسم تازه داماد بپره گلوش، گیر کنه. تو به فکر خودت باش، بدبخت. نیمایش طمعی به پول بابای من نداره. پول بابات؟ خبر نداری بیچاره. همه این دم و دستگاه مال توه، بهت نگفته؟ خونه، شرکت، همه چی؟ بابات داره از کیسه خلیفه به من میبخشه. بگیر. بهش زنگ بزن، بهش بگو بیاد با 50 میلیون نقد. شرمنده، مجبور شدم سود این دو سه سالم حساب کنم. تو دروغ میگی. قضیه خیلی پیچیده نیست که نشه ثابتش که. میتونی از بابات بپرسی. مادرت قبل از مرگش همه چه به نام تو کرده، چون به اون اطمینان نداشت. بابات حتی با زنش هم رو راست نبود. اجازه هست؟ تو سند خونه و شرکت که الان به نام توه، اسم قبلی مالک مادرت نسرین خانم هست. الان تو موندی و این همه پول و چند تا لاشخوری که دارن دوربرت وول میخوره. چونه رو بگیر. بگیر شماره رو. داد نزد. اشغال میزنه. بدش من. بذاریم بره که پلیس خبر کنه. شاید بابام حالا نیاد. مطمئن باش به خاطر جنابالی هر جهنم دری باشه پیداش میشه. چیز زیادی ازش نمیخوام، سهمم، پورسانت معامله ژاپن، همین کافیه. حالا دیگه مطمئنم از شرکت چیزی بهم نمیموز. قضیه سند مند همش سرکاریه، خالی بندیه. فرستادن هم به این نخود سیاه. حالا دیگه مطمئنم به بابات هم چیزی نمیمسه. فقط میترسم دیرش همین چندرغازم از دستمون بپره. هر کی غیر بابات بود درو باز نمیکنی. بابام خودش کلید داره. درشت. ردش میکنی بره. میفهمی که میفهم.
محشید. محشید کجاست؟ بالا. وضعیتتون که نکرد؟ نه. حالت که خوبه؟ آره خوبم، نگران نباش. هیچ غلطی نتونست بکنه. کامران راست میگفت. تو وارث ثروت مادرت. پس تو میدونستی؟ آره مدتی. چرا به من گفتی؟ اگه بهت میگفتم اون وقت نمیتونستم به اون سوالی که تو ذهن تو بود جواب بدم. چه سوالی؟ منم مثل تو نمیدونستم که همه چیز متعلق به مادرت نه پدرت. و از همه مهمتر این که چرا مادرت قبل از من همه چیزو به اسم تو کرده، چرا چیزی به پدرت نداده؟ احتمالا مامانم فهمیده که بابا با شهر ارتباط داره. نمیدونم، شاید. یعنی چی؟ یعنی بابا به خاطر پول منو به شهره فروخت؟ حالا میفهمم. شهره میخواست منو معتاد کنه که همه چی رو با اونا وابسته کنه. ولی من مطمئنم بابات از قضیه اتودو تو اصلا خبر نداشته. برای من قسم. چقدر ساده ای. بابا خودش رو به اون راه زده بود که دوچار عذاب وجدان نشه. اصلا برای چی شهره اومده بود خونه ما؟ یعنی اون نمیدونه تو خونه ما چی کار میکنه؟ خیلی خوب، خیلی خوب، عصبانه نشو، من نیمام. درست میشه، همه چی درست میشه. میخوام بگم مامانت هیچ وقت تلاشای منو ندید، زحمتایی که برای زندگیمون کشیدن. من یه دانشجوی کوچولوی فقیری بودم، مامانت یه زن خوشگل پولدار. روز اول به عنوان یه حسابدار اومدم تو این شرکت. شرکت که نه، یه دو دهره مغازه که تمام افتخارش این بود که فرش بفروشه شهرستان، و من این دو دهره مغازه رو تبدیل کردم به این شرکت بزرگ. و مامانت اینا رو میدید اما به روی خودش نمی آورد که شاید من خیال کنم کسی شد. نمیخوام خاطرهشو تو ذهنت خراب کنم. اون شاید مادر خوبی برات بود، اما برای من به عنوان یک همسر هرگز. من عاشقش بودم و از روی عشق باش ازدواج کردم و هیچ وقت فکر نمیکردم روزی برسه که راستش این اواخر فقط به خاطر تو باش زندگی میکردم. شما چی رو داری توجیه میکنی بابا؟ من توجیه نمی کنم، من دارم حقیقتو میگم. حالا همه چیز خوب میفهمم. ازدواجتون با شهره، آوردنش خونه ما، معتاد کردن من، یعنی من براتون اندازه خونه و شرکتم نبودم بابا. من فریب شهره رو خوردم، وسوسه هاش زندگی من رو خراب کرد. من هیچ وقت نخواستم از تو دور بشم، هیچ وقت. دیگه برای محبت کردن خیلی دیره بابا. محشید، محشید، محشید وایسا، وایسا، محشید بهت میگم وایسا. برو کنار. وایسا، خواهش میکنم. دیگه هیچی نگو بابا، همه چی بین ما تموم شده. اگه شما میخواییم به خاطر پول و ثروت هم پدرم باشید، من نمیخوام.
این حرف چیه میزنی دختر؟ اگه مشکل شما خونه و شرکت خیلی خوب باشه، همین فردا میریم همه چی رو به نامتون میکنم، هر چی دارم و ندارم، خیالتون راحت باشه. محشید، محشید وایسا، محشید وایسا، باید کار دارم. محشید. خب بله، من دنبال خونه و شرکت بودم، اما نه اینکه چیزی به تو ندم. همش مال تو، اصلا همه چیز مال تو بود عزیزم. کامران چی؟ اون چی از شما میخواد؟ برای چی بهش قول دادین دو دونگه شرکت رو به نامش کنین؟ 25 میلیون برای چی بهش بدهکارین؟ اون چه سهمی از شما طلب داره؟ ببین، 3 سال پیش کامران یه معامله‌ای رو با یه شرکت ژاپنی جوش داد. خب من اون روز از دست مامانت عصبانی بودم. برای که حقوقی تو شرکت به من میداد خیلی کم بود، توهین‌آمیز بود. اندازه ای من نبود. من چیکار باید میکردم؟ این شد که سند سازی کردم، مجبور شدم. سهم کامران این وسط 25 میلیون تومن بود، الان اومده پولیشو میخواد. باورم نمیشه. اصلا باورم نمیشه. خب قبول دارم اشتباه کردم، نباید این کارو میکردم. ولی اگه مامانت رفتارش یکم بهتر از اونی که باید میبود بود، خب اتفاق نمیافتاد. آره، شما مجبور نبودی منو به 25 میلیون به کامران بفروشید. این حرفو نزن. این حرف حقیقت نداره. بچه رو منو مجبور کردی به کامران ازدواج کنم. من چی میدونستم؟ برای که خیال میکردم پسر خوبیه، بچه با شعور، یه زرنگه. آره زرنگه، اما تو دزدی، تو کلاهبرداری، تو قاچاق مواد مخدر. نه نه نه. آره آره. دیگه نمیدونم چی بگم از این. همینقدر میدونم که کامران تو رو از من خواستگاری کرد، منم فریبش خوردم. حالا چی؟ حالا که فرستادینش به سند خونه و شرکت، بازم فریبش خوردی؟ خونه و شرکت ارزونی خودتون بابا. من دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم. مال شما و شهره و کامران. محشید نگه دارید پیاده میشم. چیکار میخوای بکنی محشید؟ گفتم نگه دارید پیاده میشم. محشید صبر کن، صبر کن. محشید خواهش میکنم، کجا میخوای بریم؟ محشید دیگه تو همه چی رو میدونی. دیگه خودم هم بدون هیچی حاضری بازم با هم زندگی کنی؟ نه، من کاملا جدی دارم با حرف میزنم نیما. ببینم اون موقع که من تو رو دیدم میدونستم چی داری چی نداری. نه خب ببین، تو به اندازه کافی چیزایی داری که برای یه عمر زندگی بس بشه. گاه چون برف زمستان آرام، گاه چون ابر بهاران سرکش.
تو هم میگن پدر. الو هایده، سلام شهرم. سلام، خوبی؟ آره خیلی خوبم. هنوز پای حرفت هستی؟ برای همین زنگ زدم. آره آره، نه آخه میگم گوشی رو چی قطع میکنی؟ تا حالا هر کاری دلت خواسته کردی، دانشگاه تو ول کردی، هیچی بهت نگفتم، اون همه بلا سر محشید بیچاره آوردی، از ترس اینکه پاچمو نگیری صدام در نیومد، دیگه نمیذارم هر غلطی دلت خواست بکنی. به تو مربوط نیست مامان. خیلی هم مربوطه. خوب گوشتو بکن، اگه بلایی سر اون بچه بیاد، اگه اتفاقی واسش بیفته، دودمان هر کیو که این کارو کرده با اون دختری بزک کرده رو به باد میدم. صد بار بهت گفتم مامان تو کار من دخالت نکن، دخالت نکن. دیگه نمیذارم سر خود تصمیم بگیری، سر خود حرف بزنی، سر خود زندگی کنی. نمیذارم. دست از سرم بردار مامان، دست از سرم بردار. دختر اون بچه زنده است، اگه بلایی سرش بیاری قتل نفس کردی، گناه کبیره است. حالا آقا فریدون هیچ جواب خودو بگم، من چی میخوای بدی؟ من که میدونم دردت چیه، لجه چیه داری سر اون بچه میای؟ دردم چیه مامان چیه؟ محشید. آره؟ محشید. چقدر بهت گفتم دختر آدم باش، سر تو بنداز پایه، باز خودت زندگی کن. داشتی ما رو خودمون زندگی میکرد، ببین چی بلای سرمون آوردی. گوش نکردی، گوش نکردی. حالا بکش، بکش. عذاب وجدان به همین راحتی آدم رو ول نمی کنه. تو از خودت خجالت میکشی. آره آقا فریدون همین چه بر من تعریف کرد، گفت کس چه بلایی سر اون طفل معصوم آوردی. من خود یه چشش عشق بود، یه چشش خون. خستم صمدی، خستم. آقا میترسم چکای شرکت برگرده حسابونو ببنده. نمیدونم، من الان ذهنم کار نمیکنه. با دخترم محشید هماهنگ کن. نیازی به هماهنگی با من نیست بابا. سلام. سلام خانم. من اومدم. فقط لطف کنید آدرس محسر رو بهم بدید. داری اشتباه میکنی محشید. اتفاقا برعکس. هیچ وقت به این اندازه هوشیار نبودم بابا. من هیچی ازت نمیخوام. آدرس محسر رو بهم بدین. خواهش میکنم. آقای صمدی شما میدونید محسر کجاست؟ چرس کنم خانم. صمدی یه لحظه برو بیرون. نیازی نیست. خودم پیداش میکنم. سلام. سلام. به همین زودی میخواستی از دست من راحت شی؟ نه، حالا حالا باید کار دارم. برای حسابی افته تو زحمت، من خودم میرفتم. اینم از اون تعارف واسا. ماشین مال خودته. باب شما نداره. تو قضیه وصیت مامان از کجا میدونستی؟ چطور مگه؟ هیچی، همطوری. از سر کنچکار. میدونستم دیگه. از کجا؟ یه نفر بهم خبر داد. خوبه؟ از محضر؟ کدوم محضر؟ همون محضر که مامان اسنادو به نام من کرد. شما فرض کن بله. خیلی خوب، من آدرس اون محضر رو میخوام. نه دیگه، اومدین اساسی. نیما مگه اون خونه و شرکت مال من نیست؟ بله. خیلی خوب، پس چرا نمیذارید مراحل قانونش طی بشه؟ به وقتش. وقتش کیه؟ راستشو بگم؟ بله. نمیدونم. من نمیفهمم.
این بابام یا داره تعارف میکنه یا روش نمیشه یا به هر دلیل دیگه آدرس محسن رو من نمیده. خب بذارید من کارش انجام بدم دیگه. محشی جان عجله کارشو. تو مگه نگفتی من همینجوری قبول داری؟ چجوری؟ بدون جهیزیه. خب. بدون ارث و میراث. خب خیلی خوب، پس بگو آدرس محضر کجاست؟ ببین من این قضیه رو از طریق محضر نفهمیدم، خوب شد؟ پس از کی شنیدی؟ ای بابا من دلیل این همه اصرار تو رو نمیفهمم. منم دلیل این همه انکار تو رو نمیفهمم. تو داری یه چیزی رو از من مخفی میکنی، درسته؟ اجازه بده سر نهار راجبش صحبت میکنم. نمیتونم، جای کار دارم. میتونستم اینا رو بهت نگم، اما هرچی باشه ما با هم نسبت فامیلی داریم. حرف دلتو بزن آقای یوسف. حرف دل گوش دل میخواد. اگه میخوای من نصیحت کنی باور کن اصلا حوصله‌اش ندارم. منظورتو روک بگو، چی میخوای بگی؟ پلیس همه چی رو میدونه. امانی رو دزدیدن، به من زنگ زده، تقاضای پول کرده. نمیدونم به من چه ربطی داره. پلیس به تو مشکوکه، از نظر اونا تو یه سر ماجرایی. چرا امانی رو دزدیدن؟ نمیدونم چرا؟ واسه خاطر اسناد خونه و شرکت. کی دزدیده؟ یعنی تو نمیدونی؟ این پلیس بازی ها چیه در میاری؟ آقای وسوق منو به چی میخوایی متهم کنی؟ گوش کن آقای دلدار، فردا اگه بفهمن پای تو در میونه خیلی برات بد میشه. میدونی که آدم رو بایی جرمک سنگینه. بله میدونم، ولی این اتهام هرگز به من نمیچسبه. امیدوارم. به هر حال خواستم باید اتمام حجت کنم. یکم به خودت فکر کن، به گذشتت. تمومش کن فریدون. دیگه هیچی برای من مهم نیست. نه خونه، نه شرکت، نه هیچ. یعنی محشیدم برات مهم نیست؟ محشید؟ همین ثروت من محشیده. پس نذار محشید بفهمه دختر واقعی تو نیست. این تنها چیزیه که فعلا نمیدونه. پس تو هم میدونی؟ امانی قبل از اینکه دزدیده بشه همه چی رو به من گفت. آقای وسوخ من یه خواهشی ازت دارم. بفرمه. نمیخوام محشید بفهم. اگه اون تردم کنه من دیگه بهانه‌ای برای زندگی ندارم. خب پس نذار کار به جاهای باریک بکشه. من اگر جای تو بودم همین الان یک تماس میگرفتم، قضیه رو تمامش میکردم. امانی کجاست؟ نمیدونم. جون محشید نمیدونم. تمومش کن فریدون، مرد باش. آی وسوخ این قضیه بین خودمون میمونه. چه قضیه؟ که محشید دخترم نیست. ببین تو بچه داری. من هیچ کیو ندارم. باشه پس قول بده تمومش میکنی. خب فکر کنم خودشه. بله. پول ها آماده است؟ جناب علی؟ من از طرف آقای امانی تماس میگیرم. بله بله، خب بفهمی. آدرس رو قلمی کن. مسئله نیست، قلم کاغذ هم دستم هست، ولی از کجا باید مطمئن بشم که امانی رو آزاد میکنین؟ از شما هم میدونی زندونیه. فکر کنم یه آدم با کمترین ضریب هوشی هم میتونه اینو بفهمه. حالا که اهل کمالاتی پولا را بریزش توی کیف، بیار پارک وی، زیر پل نیایش، از غرب به شرق، 5 تا ستون بشمارش، از غرب به شرق، ببین یادت نره. پس گوش کن اشتباه نشه. زیر پل نیایش، از غرب به شرق 5 تا ستون رو میشمارم، یه بشکه گنده است. پولا رو میذارم اون تو. ببینم، حالا اگر پولا رو گرفتون امانی رو حاضر نکردین چی؟ شک داری پولا نیار.
جوری نشه آقای امانی پیش ما بمونه. مثلا چه جوری بشه؟ من پلیسا از یه فرسخی بو میکشم. معلومه شامه قویی داری. 2 ساعت وقت داری. نتونستی بیایی قید امانی را بزن. قربون آقا. آدرس بده. 2 ساعت بیشتر وقت نداریم. باید عجله کنیم. بلن. شما پولا رو چند بودین که؟ همه چی درسته؟ این چی کار میتونیم بکنیم؟ بله؟ سلام، سروان پناهی هستم. سلام، ردیابی شد؟ یه تلفن عمومی حوالی فلاکه صادقیه. خب، ما آماده ایم؟ فقط یکی تو. طبق برنامه عمل کنیم. پولو بدنید تو باشگاه و بریم. باشه، خداحافظ. سلام علیکم. سلام. پس ماشین خودت کو؟ خونه است. به این میگن یه زن درست حسابی. بگو مام در جریان باشی. سپیده یادته اون روزا که من حالم خوب نبود اومدی خونه ما، بعدش هم دعوا کردیم گذاشتی رفتی؟ خانم ما از این روزا با هم زیاد داشتیم. من دیگه به این رفتار تو عادت کردم. دقیقاً آدرس بده بگو کدوم روز. بابا همون روزی که گفتی یه آقای از محضر اومده دم در با تو کار داره، یادته؟ آها آره، یه آقای میونه سال، موهای جوگندمی، عینک طبی هم داشت. آها، تو یادت نیست با من چی کار داشت؟ به من نگفت که چی کار داره، فقط گفتش که از محضر اومده با تو یه کار خصوصی داره. اسمش چی بود؟
اسمش خدایا یکتا یکتایی یگانه یگانه. مطمئنی؟ بله مطمئنم. خوشم میاد از مخت خوب استفاده میکنی. سپیده از کدوم محضر اومده بود؟ یادم نیست. این مرد شورون آیکیو تو ببره. ایتی خانم یکم فکر کن. چه خبر؟ اصلا به من چه؟ میخواستی خودت ببینی آقای چی کاره داره؟ خیلی خوب شلوغش نکن بریم. سلام خانم. سلام. در خدمتم. یه کار کوچیکی باهاتون داشتم آقای صمدی. امرتون. نمیخوام جلو شرکت بگم. یه لحظه تحمل کنید. کجا؟ اجازه بدی. میفهمی. الو. بله. ببخشید. با آقای شکوفا کار دارم. کامران شکوفا. تلفنشون واگذار شده آقا. خواهش میکنم دیگه زنگ نزنی. واگذار شده؟